خوش آمد میگم به علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، و علیرضا کیانی، فعال سیاسی، عضو فرشگرد. آقای نامور حقیقی، چه تحولی از صحبت‌های آقای خاتمی تا به امروز روی داده که میگفت؟ آیا فکر میکنید در دور آینده کسی به حرف ما گوش خواهد داد و پای صندوق رأی خواهد آمد؟ ایشون به صراحت گفته بود مگر اینکه در طی یک سال آینده تحول خاصی روی بدهد. این صحبت شنبه 15 تیر آقای خاتمی هست. سلام خدمت شما جناب آقای کیانی و بینندگان محترم. این بحثی که پخش شد به نظر من متعادل نبود در مورد گفتار آقای خاتمی. صحبت آقای خاتمی خب همش منتشر نشده، این چیزی هم که منتشر شده دقیق نیست، کامل نیست. اون چیزی که مهم هست چند تا وجه رو باید شما دقت کنید. تحولی که اتفاق افتاده، تحول سطح افزایش تنش و درگیری میان ایران و آمریکا و جبهه غربی کشورهای متحد آمریکا است. این تنش ها میتونه خب ایران رو به وضعیت جنگ ببره و یک وضعیت نامعلومی رو دچار ایران کنه. آقای نامور حقیقی، آیا اشتباه میکنم که واژه تحول بار مثبتی داره؟ یعنی زمانی که آقای خاتمی گفت چه تحولاتی در ساخت، من دقیقاً جمله آقای خاتمی رو نقل به مضمون کردم. آقای خاتمی، ببینید آقای خاتمی هشدارهایی که اون، اگه اجازه بدید من همه اون پکیج رو میگم. ببینید هشدارهایی که اون موقع آقای خاتمی داده اینجا هم تکرار کرده، به نظر من دقت نشده. ببینید چند تا هشدار داده آقای خاتمی که خیلی سریع‌تر از صحبت قبلشه. نکته اولش اینه که میگه حکومت بر مبنای مساله و منافع ملی عمل نمیکنه. یعنی حاکمیت در مورد مسائل کلیدی و راهبردی جامعه مثل امنیت ملی، مثل تعامل در حوزه سیاست خارجی، مثل اداره کشور، در اداره سیاسی کشور و در مورد تصمیم‌گیری های کلیدی اقتصادی و اجتماعی و توسعه سیاسی علیه مساله و منافع ملی عمل میکنه. اینو سریع آقای خاتمی تایم صحبتش کرده. این نکته اول. دوم میگه حاکمیت به علت سیاست های غلطش داره براندازسازی میکنه. یعنی حاکمیت یک نظارت استصوابی کلی، نه فقط انتخابات، در سطح کشور ایجاد کرده، حاضر نشده نتایج انتخابات 96 رو بپذیره. چون در حقیقت در عمل شما اگه دقت کنید نتایج انتخابات 96 که نشون داد مردم چه راهبردی رو انتخاب کردن برای اداره کشور، در عمل به گونه ای در اومده که الان موازنه قدرت تقریبا اون انتخابات 80-20 به نفع جناح اصولگرا تبدیل شده. بنابراین آقای خاتمی داره میگه این روش باعث میشه که کشور پولاریزه بشه و بره به سمت تولید برانداز و کشور بره به سمت یک وضعیت خاصی که در شرایطی که ایران تنش نظامی داره، میتونه تنش نظام پیدا کنه، خطرناک. و از همه مهمتر آقای خاتمی گفته که باید فعالانه شرکت کنیم. فعالانه شرکت کردن به این که به معنی اینی که بایستی مرزهای نظارت استصوابی به عقب رانده بشه، این هم تو فضای اجتماعی هم فعالیت اصلاح طلبها هست و این سبب خواهد شد که انتخابات بتونه در یک شکل حداقلی درست برگزار بشه، چون گفته ما با هر شرایطی شرکت نمی کنیم. این رو تاکید کرد. بله، و در عین حال هم اشاره کردن که باید حتی مردم ناراضی از خود گذشتگی کنن. شما اگر اجازه میدادید من اون قسمتی که انتقاد داره آقای خاتمی به حکومت و بحث تصویب ها رو، یا به عبارتی تایید صلاحیت ها رو مطرح میکنن رو با شما در میون میگذاشتم. اما اجازه بدید آقای کیانی آیا فکر میکنید که آقای خاتمی داره حرف های خودش رو در کمتر از یک ماه نقض میکنه؟ ببینید، من سلام میکنم خدمت شما بینندگان و جناب نامور حقیقی. مسئله اینه که خود مقامات نظام جمهوری اسلامی، مقامات دولت حسن روحانی در واقع فهمیدن که وضع مشارکت بسیار خرابه. حتی ما تو طیف اصلاح طلب هم به اصطلاح اصلاح طلب هم میبینیم که اینها برخلاف جناب نامور حقیقی که معتقد هستن بخش نهادهای انتصابی در واقع موجب ناکارآمدی این نهادهای به اصطلاح انتخابی در ریاست جمهوری یا مجلس شدن، اونو از خودشون دارن انتقاد میکنن. مصطفی تاج‌زاده در واقع چند روز پیش گفتش که من با اون دسته از ایرانیایی که نمیخوان رأی بدن همدل هستم.
و این راه رو در واقع راهی میدونم که اونا محق هستن که رأی ندن. یا صفایی فراهانی در واقع گفت من خسته شدم دیگه بین بد و بدتر رأی بدم. ببینید مشکل اینجاست که استاد طلبها وقتی انتخابات بحث انتخابات پیش میاد، دیگری خودشون رو اصولگراها تعریف میکنن و میگن اگه شما نیایید به ما رأی بدید اینا میان. بعد جای حساس که در واقع بحثش پیش میاد، اونا در واقع میرن تو کمپ اصولگرا. همین مجلس در واقع دهم نشون داد، بحث سپاه پیش اومد، همهشون لباس سپاه پوشیدن، همهشون گفتن من سپاهی هستم، یا در واقع اینا موفق نبودن تو بحث کودک همسری، یا تو بحث FATF در واقع اینا موفق نبودن. آقای ناور حقیقی میتونن بگن بله نهادهای انتصابی، خب مسئله اینه مگه این کسایی که این نویدها رو وعده ها رو موقع انتخابات میدن آگاه نیستن که یه آقای خامنه ای اون بالا سر نشسته، آگاه نیستن که یه احمد جنتی اونجا نشسته؟ این عدم صداقتی که وجود داره در واقع خب این مردم رو مایوس میکنه. آقای خاتمی خب در فضای سیاسی کشور زندگی میکنه و میدونه چرا مردم مایوس شدن و درست هم حدس میزنه که به ذهنیت براندازی داره تو مملکت تقویت میشه. اصلا خود معاون وزیر کشور، معاون در واقع وزارت کشور حسن روحانی، همین چند روز پیش بکنم یه مصاحبه ای داشت که اگه صندوق رأی اعتبارش رو از دست بده خیابون جایگزینه این مسئله میشه. یعنی توی وزارت کشور که خودتون میدونه چه وزارت مهم و حساسی هم هست، این بحثی که آقای نگرانی آقای خاتمی در اونجا هم نموده خودشو داره. ولی خب من تعجب میکنم از حرفای جناب نامور حقیقی. بعد آخه یک نکته دیگه هم هست، نکته هست که اینا همش هم مظلوم نمایی میکنن. بابا مجلس که دست حامیای دولت بود به نوعی اکثریت. بسیار خب آقای کیانی، اجازه بدید تا اینجا چون نکته خیلی مهمی رو مطرح کردید من نظر آقای ناور حقیقی هم بدونم. آقای ناور حقیقی، آقای خاتمی خواستار سعه صدر حکومت شده نسبت به مردم و تایید صلاحیت ها. خب مشخص هست نگاه ایشون این هستش که باید شورای نگهبان کمی دست نگه داره، در واقع راه بده به نامزدهای مورد تایید آقای خاتمی و جناح اصلاح طلبان. اما اگر این اتفاق هم بیفته در بحث جایگاه و قدرت مجلس، این مجلس چه مجلس در واقع متفاوتی میتونه باشه؟ بله ببینید، من چند تا نکته رو بگم که من نگفتم، که من گفتم نتایج انتخابات 96 در عمل متناسب با یعنی روابط قوا بعد از انتخابات 96 اون چیزی نبود که از صندوق‌های رأی اومد بیرون، ولی دلیلش این نیست که فقط موانع نهادهای انتصابیه. خود آقای خاتمی توی صحبتش سه تا موضوع رو اشاره کرده. ببینید، یکی ضعف مجریان، من خودم بیش از همه به آقای روحانی روش‌هاش، ناکارآمدیش، ناتوانیش انتقاد کردم و معتقدم الانم حضورش واقعا به نفع مملکت نیست. یعنی این حضوری که الان داره حضور خونسای بی تفاوتی که نمیتونه هیچ برنامه رو پیش ببره علی منافع ملی ایران، یه نکته. نکته پس بنابراین ضعف کسانی که انتخاب شدن چه در مجلس چه در ریاست جمهوری، یک چیزش خدا رو خاتمه اشاره کرده. دوم مسئله ضعف برنامه، باید برنامه روشن و مشخص داشته باشید، نمیتونید کلیگویی و ابهامگویی کنید یا حتی وعده هایی بدید که نمیتونید محقق کنید، که این رو هم اشاره کرده آقای خاتمی. سومی که موانعی که در درون ساختار قدرت وجود داره بیرون نهادهای انتخابی، اونا هم بخشی از موانع. یعنی پس این سه تا عنصری بوده که انجام شده و اتفاقا آقای خاتمی گفته با اصلاح طلب راهی ندارن جز هم از خودشون انتقاد کنن هم این دو تا مسئله رو رفع کنن. اما سوال حضرت عالی که فرمودید، ببینید من گفتم در حقیقت یه جور نظارت استثنایی الان در سطح کل کشور وجود داره. ببینید ما الان با دو تا بحران، سه تا بحران کلیدی روبرو هستیم. همین بحران مسئله برجام، تنش با آمریکا که میتونه درگیری نظامی باشه، بحران منطقه‌ای، مسائل کلیدی اقتصادی و بحران جانشینی. اینها مسائل راهبردی کشور هست، نتایجش بر زندگی همه شهروندان تاثیر میذاره، ولی عده خاصی تصمیم میگیرن و تصورشون هم هست که میتونن این مدل تصمیم گیری رو ادامه بدن. چیزی که آقای کروبی گفته مدل دورهمی تصمیم گیری. ببینید طبیعتاً الان مجلس در بسیاری از موضوعات راهبردی مثل نحوه تعامل با بحران برجام، مثل سیاستی که آقای ترامپ داره یا سیاستی که در کشورهای عربی منطقه، نحوه تعامل با این کشورها
عملا مجلس نقش کمتری داره، حداقل اون نقشایی که تو قانون اساسی بهش اشاره شده اجرا نمیشه، به سه دلیل. همون دلیلی که گفته شد، ضعف نماینده‌هایی که اومدن، نماینده‌ها آدمای سیاسی نبودن به خاطر نظارت استصوابی لایه‌های دولت. آقای ناور حقی اشاره کردید، اگر امکان داره این رو پاسخ بدید که این انتقاد که از جانب آقای خاتمی هم به گفته شما مطرح میشه با یک آلترناتیو هم همراه هست، یعنی پیشنهاد آقای خاتمی به جامعه ایران چه هست؟ کدام نامزدها، کدام نیروی سیاسی قرار هست یک مجلس مقتدر رو تشکیل بده؟ ببینید، چند تا پیشنهاد آقای خاتمی مطرح کرد. نکته اول این است که اصلاح طلب‌ها بایستی یک ارزیابی جدی از وضعیت کنن، یه انتقادی کنن از ضعف عملکرد خودشون. دوم، وضعیت مناسبات قدرت درست ارزیابی کنن. سوم، برنامه ای ارائه بدن که متناسب با توانشون باشه، وعده ها متناسب با توانشون باشه و بتونن یکم این مرزها رو باز کنن. نکته دوم، بایستی فشار اجتماعی و بسیج اجتماعی چه از زاویه جامعه چه از زاویه اصلاح طلبا افزایش پیدا کنه که مرزهای نظارت استصوابی عقب رانده بشه. نظارت استصوابی واقعا یکی از موضوعاتی است که باعث شده منافع ملی ایران به خطر بیفته. چرا؟ چون در بحران ببینید، دولت آقای خاتمی در دولت آقای خاتمی در 76 و 81 در دو تا وضعیتی بود که آمریکا آماده حمله به ایران بود. در 76 سفرهای اروپایی به کشورهاشون برگشته بودن. در هر دو این وضعیت که ایران میتونست وارد یک درگیری تمام عیار نظامی بشه، به خاطر اینکه حاکمیت تن داد به نتایج انتخابات و یک قبول کرد که وضعیت جدید ایجاد بشه، ایران از این خطر راهبردی نجات پیدا کرد. الان هم هیچ راهی نداره. اگه حاکمیت نخواد مسئله انتخابات و مسئله اینی که رأی مردم تعیین کننده وضع سیاسی کشور باشه، عملا ممکنه وارد یک درگیری نظامی بشه که طبیعتا مردم اون موقع در این وضعیت فقط قربانی وضعیت بشن. ولی اگر به نتایجش بده، قطعا میتونیم بحران رو. بسیار خوب. آقای کیانی، شنیدید صحبت‌های آقای ناور حقیقی رو. نکته مهم در پایان صحبت همان نکته‌ای هستش که اصلاح طلبان به ویژه شخص آقای خاتمی روش دست گذاشته، بحث خطر جنگ. آیا شما این رو توجیهی می‌بینید برای اینکه در واقع مردم پای صندوق‌های رأی بیان و با مشارکت بالا در انتخابات جلوی جنگ گرفته خواهد شد؟ آقای ناور حقی بحث رو اتفاقا به جای خیلی خوبی رسوندن. دقیقاً جمهوری اسلامی 40 ساله در واقع داره پروپاگاندای جنگ رو میبره جلو و مدام با این بحث خطر جنگ مردم رو میکشونه در واقع به دنبال امیال خودش. فکر نمی کنید آقای کیانی الان این تهدید جنگ جدیتر هست؟ ما داریم میبینیم برای مثال در خلیج فارس چه اتفاقی داره میفته، موضع ترامپ رو داریم میبینیم. اینجا الان در واقع بحث جنگ نمی کنیم. اگه بخوایم در مورد جنگ هم بحث کنیم، باید بیشتر در واقع بشینیم ببینیم چه رفتاری رو جمهوری اسلامی داره خرج میکنه که ترامپی که اساساً به مخالفت با اینکه آمریکا بره که جای دیگه لشکرکشی کنه مجاب شده که 10 دقیقه فاصله داشته باشه تا جنگ با جمهوری اسلامی. اینجا در واقع اگه بخوایم اون بحث رو بکنیم، باید این رفتارهای جمهوری اسلامی رو در واقع زیر ذره بین بگذاریم به هر ترتیب. ولی بحث جناب ناور حقیقی به جای خوبی کشیده شد. نگاه کنید، خاتمی این یک نکته محوریه که خیلی وقتا فراموش میکنیم. خاتمی بخشی از نظامه. خاتمی دغدغه حفظ نظام رو داره. ببینید، امثال جناب آقای ناور حقیقی 20 سال کوشیدند که به من و شما بقبولونن که خاتمی و خاتمی چیان و اصلاح طلبان به اصطلاح چیزی فراتر و جدایی از جمهوری اسلامی هستند و در واقع امیال ما رو، امیال مردم رو، بخش بزرگی از مردم رو حداقل در نظر میگیرن. اما در حالی که میبینیم حتی تو تاریخ جمهوری اسلامی را مرور کنیم اینگونه نیست. اساسا در دهه 60 مردم از چپ مذهبی بیشتر میترسیدن تا راست مذهبی. دهه 60 و اوایل دهه 70 مهمترین دغدغه خاتمی هم تو سخنرانی اخیرش نشون داد، حفظ نظامه. یعنی همون چیزی که آقای خامنه ای رو سال 92 گفت، همون آقای خاتمی الان گفتش در واقع. بعد شما مردم برای اینا ببخشید، مردم برای اینا آدمای پای منبر و در واقع هیئت هستن.
یعنی اینا میخوان مردم رو جمع کنن برای اینکه صدای خودشون در واقع بیشتر آیه کیانی چون در دقایق پایانی هستیم من برمیگردم به شما 30 ثانیه آقای ناور حقیقی صحبت که میخواستید بکنید خواهش میکنم. این حرفایی که آقای کیانی میزنه نقد اولا در مورد مسائل منطقه‌ای دولت ترامپ رو ایشون داره دولت ترامپ تاثیر میکنه دولت ترامپ ونزوئلا رو بحث دولت ترامپ رو نداریم آقای در بحران کنونی هم ایران نقش اشتباه داشته هم دولت ترامپ نمیتونه یه شما یه طرف بخواست آقای بولتون و پومپو که بغل دست ترامپ هستن ده ها بار خواستار بمباران ایران شدن. بسیار خب آقای ناور حقی در حال پایان هستیم من میخواستم شما نکتتون رو بفهمید از وقت استفاده نکردید در مورد ترامپ صحبت میکنید آقای کیانی یک دقیقه خواهش میکنم آقای من فقط میخوام این نکته رو بگم آلترناتیو ایشون مشخص نیست بیشتر از بنده صحبت کردید اجازه بدید من صحبتم در حال پایان هست برنامه بفرمایید بعد من فقط اینو میخوام بگم چرا مسئله انتخابات برای استاد‌طلبه حیاتیه به خاطر اینه که در واقع پتانسیل اعتراض در خیابان رو میتونه خالی کنه اگر مردم بیان در واقع از کانال‌های سازماندهی شده توسط رژیم در واقع حرف خودشونو بزنن و نکته دیگه اینه که فرصتی حداقلی براشون مثل 92 به بعد براشون فراهم میکنه برای حضور در جریان قدرت در ایران و استفاده از رانت‌هایی که قدرت میده در ایران قدرت منبع تولید ثروته و به خاطر همینه که به خاطر خودشون به مردم هم میگن شما آلترناتیوتون چیه آقای کیانی شما آلترناتیو هستید بسیار ممنونم از علیرضا نامور حقیقی متاسفانه فرصتمون به پایان رسیده ممنونم از علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و علیرضا کیانی فعال سیاسی عضو فرشگرد